سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تغییر رنگ همیشه جذاب بوده واسمون. تغییر رنگ از چه چیزهایی میاد؟ مثلا میخوایم رنگ لباسمون رو عوض کنیم، یا رنگ بک‌گراند رو عوض کنیم، یا یه عکسی داریم از طبیعت میخوایم رنگ درختها رو عوض کنیم. کلن تغییر ماهیت رنگی همیشه بین کسایی که ادیت کار میکنن و عموم مردم جذاب بوده. خب خیلی خفنه دیگه، یه عکسی رو توی بهار بگیری و اونو با یه سری کار خیلی ساده تبدیل به پاییز کنی و این همیشه پرطرفدار بوده. امروز توی این ویدیو میخوام این کار رو بهتون آموزش بدم، اما توی نرم‌افزار Lightroom، نرم‌افزاری که یک آموزش رو ازش گذاشتم و با کلیاتش آشنا شدیم، دیدیم که چه امکانات اولیه‌ای داره. در مورد نورها صحبت کردیم توی قسمت اول و امروز میخوام در مورد پنل HSL صحبت کنیم، چیزی که تو تمام برنامه‌های ادوبی هست. اگه پریمیر کار میکنید با پنل HSL قطعا آشنایی دارید، اگه فتوشاپ کار میکنید، اگه Lightroom PC رو کار میکنید، پنل HSL رو دیدید. حالا این پنل HSL چیه؟ HSL مخفف Hue, Saturation و Luminance. حالا اینا چی کار میکنن؟ بقیه رو داخل نرم افزار با هم دیگه میبینیم. بریم سراغ گوشی و ببینیم که چه کارهایی میتونیم انجام بدیم باش. سه تا عکس رو آوردم که ببینیم که با این امکان خیلی خیلی راحتی که توی حالا Lightroom هست، راحت نه اینکه خیلی ساده است، خیلی پیچیده است و خیلی دنیای بزرگی داره همین پنل HSL و کلی کار میشه باش کرد. من چند تا مثال ساده براتون میزنم که در حد حالا تغییر رنگ لباس و حالا اینکه یه درختای سبز رو تبدیل به پاییز کنیم و دیگه اون خلاقیت شماست که چه کارهایی بتونید با این امکان ویژه‌ای که توی برنامه Lightroom موبایل هست استفاده کنید. من حالا دیگه یاد گرفتیم دیگه چجوری عکس‌ها رو اضافه می‌کنیم. این به اضافه رو زدم از پایین و عکس‌ها توی آلفوتو اضافه شد. من این عکس رو از خودم گرفتم و روش تاش می‌کنم که باز بشه. اوکی. وقتی عکس لود میشه این پایین، خب یه سری ابزار داریم. ما تو قسمت قبل قسمت لایت رو یاد گرفتیم، تا اینجا اومدیم گفتیم که بقیه چیکار می‌کنن. حالا می‌خوام بریم تو قسمت کالر. قسمت کالر فوق‌العاده است. کلی آپشن بهمون میده. ببینید این آپشن‌ها رو شاید نرم‌افزارهای دیگه‌ای هم داشته باشن توی گوشی، خب ولی قدرتی که نرم‌افزارهای ادوبی داره، موتور به هر حال حرفه‌ای که داخل نرم‌افزارهای ادوبی هست، خیلی تفاوت داره با نرم‌افزارهای دیگه و این رو قشنگ میتونید حس کنید وقتی کار میکنید. وارد تنظیمات کالر میشیم و اینجا یه سری امکانات به ما میده. میتونیم حالا، من امروز میخوام در مورد همون پنل HSL صحبت کنم، واسه همین میرم تو قسمت میکس اینجا که اگر دقت کنیم میبینید که زبونه اول Hue، Saturation و لومینس، همون HSL. خب اینا چی کار میکنن؟ Hue ماهیت رنگی رو تغییر میده، در واقع ماهیت یک رنگ رو عوض میکنه. رنگ سبز رو اگه مثلا بخوایم بکنیم آبی، باید از طریق Hue انجام بدیم چون رنگش رو عوض کنه. Saturation غلظت رنگی رو افزایش میده و کاهش میده، یعنی یه سبز رو اگه بخوایم پررنگ تر کنیم با افزایش Saturation میتونیم این کار رو انجام بدیم. و قسمت لومینس هم افزایش نوره، افزایش روشنایی یک رنگه. سبز رو اگه بخوایم خیلی روشن تر کنیم میتونیم از لومینس استفاده کنیم. Saturation غلظت رو میبره بارو پررنگ تر میکنه. Hue هم که خب ماهیت رو تغییر میده. حالا توی کار با هم دیگه میبینیم که دقیقاً چی کار میکنن. اینجا ما یه سری رنگ های آماده رو داریم که مثلا هر کدوم رو انتخاب کنیم میتونیم حالا به صورت انتخاب دستی انجام بدیم. یه دونه اینجا یه گزینه داریم بغل دون، این رو بزنید میتونید به صورت یعنی تاچ انتخاب کنید. مثلا روی رنگ آبی تاچ میکنم، الان ببینید این پایین روی Saturation. اگه من اینو بیارم روی Hue، میبینید پایین اینو بیارم روی Hue و کافیه که تاچ کنم روی رنگ آبی، الان ببینید اگه دستامو برم بالا رنگ آبی رو تغییر میده و در این حد میتونه رنگ ها رو تغییر بده. میبینید از فیروزه‌ای تا بنفش، یعنی توی این طیف رنگی میتونیم این رنگ تیشرتی که تنمه رو عوض کنیم و حالا تغییر بدیم. میبینید چقدر راحت و بدون هیچ به هر حال خطایی. حالا مثلا رنگ پشت سر هم میتونیم به همین صورت مثلا رون تاچ میکنیم و میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. میبینید خیلی خیلی زیبا. و حالا مثلا با چند ثانیه کار میبینید کلا رنگش رو عوض کردم. حالا قسمت Saturation اگه تاچ کنیم
با این کار میتونیم غلظتش رو افزایش بدیم دیگه. میبینید وقتی میارم پایین کاملا دیگه سفید میشه و به همین شکل. حالا هر تعداد رنگی که توی تصویرتون باشه، ممکنه یک عکسی داشته باشید که کلی رنگ داخلش باشه و میتونید با همین کار هر دسته از رنگ ها رو یک رنگ اختصاصی بهش بدید، مثلا یک عکس طبیعت داشته باشید. خب انواع و اقسام هارمونی رنگ ها درونش هست. با این کار خیلی راحت میتونید کلی کار خفنی انجام بدید. و لومینس هم افزایش نوره. میبینید مثلا یه بنفش تیره میخوام، مثلا اینجوری، میبینید چقدر باحال شد. یا مثلا آبی تیره، آبی نفتی. با این کار میتونید خیلی خیلی جذاب کنید عکساتونو. و حالا مثلا یه عکس دیگر رو میارم که بهتون بگم که چجوریه. مثلا ببینید همین عکس، یا مثلا این جنگل. خب این جنگل خب مشخصه که تو فصل حالا بهار یا تابستون گرفته شده، ولی اگه ما مثلا برم توی قسمت کالر و برم تو قسمت میکس، خیلی راحت میتونم تبدیل به پاییزش کنم. خیلی راحت، فقط دستامو کشیدم پایین و رنگش رو به نارنجی تغییر دادم و سچوریشن رو اگه یه ذره کاهش بدم یا افزایش بدم، میتونم غلظتش تغییر بدم و با لومینس هم میتونم یه ذره تاریک یا روشن کنم. به همین راحتی. خیلی خیلی دنیای بزرگی داره این پنل HSL. حتما اگر عکس زیاد میگیرید میتونید از این پنل استفاده کنید. خیلی میتونید جذاب کنید عکساتون رو و خیلی میتونید جلوی خوشگل‌تری رو به عکساتون بدید. خیلی اوقات از ما چیزی که میبینیم رو نمیتونیم ثبت کنیم توی گوشی، یه چیز دیگه میفته، یه رنگ دیگه میفته، ولی با این ابزارها توی خود گوشیتون میتونید به بهترین شکل ممکن و با بهترین کیفیت این کارا رو انجام بدید. حالا دیگه نیازی به فتوشاپ و لایت روم PC نداشته باشید. تا حد زیادی میتونه بهتون کمک کنه و کیفیت خیلی خیلی قابل قبولی رو بهتون بده. همین، توی این قسمت خواستم در مورد پنل HSL صحبت کنم توی نرم افزار لایت روم و خودتونم حتما باش کار کنید، کلی کارهای خفن میتونید بکنید. و حالا منتظر قسمت‌های بعدی باشید تا برسیم به امکانات DA لایت روم، ببینیم چه چیزهایی داره. اگه دوست دارید قسمت بعدی سریع تر بیاد، که این قسمت خیلی خفنه در مورد رنگ‌های آماده و پریست‌هایی که حالا لایت روم پشتیبانی می‌کنه و می‌خوام کلی بهتون پریست بدم، اگه دوست دارید خیلی سریع تر این اتفاق بیفته، با لایک و کامنت و شیر و سیوتون به هم انرژی بدید تا من متوجه بشم که دوست داشتید این آموزش رو. مراقب خودتون باشید تا یه آموزش دیگه. خداحافظ. نمی‌دونم چرا تو این آموزش یه ذره آروم‌تر از روزهای قبل بودم. شما حس نکردید؟ مراقب خودتون باشید. خداحافظ.